این هیئت اومدن ها توفیق میخواد، والله توفیق میخواد. اگر کسی موفق نمیشه، نمیتونه بیاد، باید در خودش جستجو کنه. کار خیر عکس العمل داره، کار شر عکس العمل داره. شما و ما خیال میکنیم که هرچی هست مال اون دنیاست. نه بابا، اجر و ثواب از همین دنیا شروع میشه، عقاب و عذاب هم از همین دنیا شروع میشه. شما کارهای خیر انجام میدی، از همین دنیا نتیجهشو میبری. همین که یه کار خیر انجام دادی، خدا توفیقت میده میای تو این جلسات شرکت میکنی، مجالس توسل شرکت میکنی. ما خیال کنیم همینجوری علکیه، این توفیق میخواد، این جلسات، این هیئت اومدنا توفیق میخواد، والله توفیق میخواد. یه تاجری میگن خب در ایام عاشورا خیلی برای امام حسین خرج میداد، چه و چه، خودش هم وای میستاد مثلا کارهای انجام میداد. من جمله یه روز وایساده بودم شربت میداد، یه بچه در 12 سالگی میاد یه لیوان یه استکان شربت میگیره، میره یه 5 دقیقه میاد، دوباره میاد یه استکان دیگه شربت میگیره، دوباره میره 5 دقیقه دیگه میاد، میاد سوم میره میگیره، میگه چه خبرته بابا، خوردی دو تا لیوان دیگه، برو دیگه بسته. این بچه دلش افسرده میشه و میشکنه میره. شب آقا امام حسین سلام الله علیه رو به خواب میبینه، با تشربش میفرمایند که بیا این مثلا 100 تومن پولی که خرج کردی برای ما بگیر اینو. اومده شربت ازت میخواد، این بچه بهش نمیدی و فلان. این بلند میشه و عجب باز اهمیت نمیده. 3-4 سال خدا توفیق از این میگیره، اصلا نمیتونسته یه دونه سنبر روشن کنه برای امام حسین. خلاصه با یک کیفیتی میره این بچه رو اینقدر میگرده فلان اینا، بزرگم پشت 4 سال پیداش میکنه و ازش عذرخواهی میکنه، رضایت میطلبه و بعدم میکنه منشی خودش در حجره. که این شخص میگه من میدم اصلا خیلی به این طرف احترام میذاره. گفتم چرا تو به این جوان شاگردته؟ گفت جریانش اینه، امام حسین به این کیفیت شده. اینا توفیق میخواد. شما خیال کردی یه روزه خوند میگیری همین خودتی؟ نه بابا، والله قسم توفیقه. راوی سوال میکنه که آقا من به نماز شب، تهجد، بیداری شب موفق نمیشم، چیکار کنم؟ آقا فرمودن که به عمل روزت نگاه، روز می چه کار میکنی، چه عمل بدی خلافی انجام میدی، مرتکب میشی، اون عمل بد سبب میشه نمیتونی موفق بشی به شب بیداری. به خدا قسم، به خدا قسم، این گونه مجالس هر کجا تشکیل بشه، مجلسی که ذکر فضائل و مناقب حضرات معصومین وجود مقدس امیر المؤمنین و فرزنداش بشه، مجلسی که ذکر مصیبت آل الله بشه، بارها عرض کردن اینا قیمت نداره در زیر این آسمان کبود. برای که مجلسی که در اون مجلس ذکر فضائل محمد و آل محمد گفته بشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، که ملائکه های آسمان کروبیان اینا همه بیان در اطراف اونجا پرواز کنن که از عطر مخصوص اونجا استفاده بکنن و معطر بشن و ببرن، این مجلس واقعا حیف نیست. چه گوهری گرانبهاتر از این آدم از دست بده و موفق نشه که شرکت بکنه. اگر کسی موفق نمیشه، نمیتونه بیاد، باید در خودش جستجو کنه. یعنی ببینه تو روز اون چند ساعتی که مشغول کاره، از خونش بیرون میاد، چه عمل بدی ازش تر میزنه که اون دیوار میشه، اون مانع میتراشه به کمک شیطان، اون به کمک شیطان مانع ایجاد میکنه، نمیذاره بیاد. و غیر از اینم نیست.